پس از فتح ایران توسط مسلمین، ایرانیان به ستوه آمده از ظلم و جور ساسانی از دین نوظهور استقبال کرده و برای پیام عدالت گستران آغوش گشودند. مدائن یکی از مراکز تمدن و پایتخت پادشاهی ساسانی بود که ساکنان ایرانیش اغلب مسلمان شدند. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام و حاکم شدن حکام ظالم اموی و زنده شدن سنت و فرهنگ جاهلی عرب، ایرانیان از تبعیض تفکر اشرافی و جاهلیت عربی بی نصیب نمانده و به موالی مشهور شدند. موالی یعنی بردگان آزاد شده که اعراب آنها را جزو مایملک خود پنداشته و آشکارا حق شهروندی را از ایشان سلب کردند. عنوان موالی به ایرانیان مسلمان شده نوعی تحقیر نجات پرستانه بود که می توانست آتش خشم و نفرت آنها را برافروزاند و زمینه را برای یک قیام عدالت خواهانه فراهم سازد. عده‌ای از ایرانی ها در یک تشکل نجات پرستانه با اعراب به ستیز برخواستند و به اهامر معروف شدند و چون اساس مبارزه ایشان بر تفکر برتری نجات بود، موفقیت چندانی به دست نیاوردند. عده دیگر از ایرانی ها پیرو مکتب عدالت گستر امام علی شدند و همچون سایر شیعیان از احیای سنت های جاهلی توسط حکام اموی سخت متعلم بودند و مترصد فرصتی مناسب ماندند تا بر علیه نابرابری نوظهور قیام کنند. پس از واقعه خونین کربلا، مختار ثقفی به پشتوانه همین ایرانی های شیعه و به نیت خونخواهی از حسین ابن علی علم قیام برافراشته و از آنجا که به وفای کوفیان امیدی نداشت، نقش اصلی در قیامش را به عهده ایرانی ها گذاشت تا جایی که کیان ایرانی ملقب به کیسان ابو عمره یکی از سرداران اصلی قیام مختار و یکی از ارکان آن شد و اغلب مسببین فاجعه کربلا را به سزای اعمال ننگینشان رساند. سوارت کو رفیق؟ خیلی خوب، خیلی خوب. عصبانی نشو. فهمیدم. ابو اسحاق به درد سر افتاده. تو را فرستاده کمک ببری نه؟ حدسم درست بود دوستان، ابو اسحاق به زحمت افتاده، میرم این کمک. تو راه بلدی، بیافت جلو. بی سوار چله بودی احمقا، چطور به عقل یکیتان نرسید که راهش را ببندید؟ من به عقلم رسید، تو سردسته ای، دیدم برزخی حرفی نزدم. خفه با همه هم بجنبید، زود باید فرار کنیم. بجنبید احمقا، باید فرار کنیم. بجنبید، فرار کنید. کجایی ابو اسحاق؟ منم کیان. صدایم را میشنوی؟ منم کیان.
خودت را نشان بده. خطر دفع شده. سیر کن کیان، شباهتی با رستم خیالت دارم. تو همیشه رستم خیال من مختار. رستم چشمش علیل نبود. هر زخمی به تن پهلوان زینت است. با این حیبت خواستنی تر شدی. ببار زیان، ببار. بر کشته دشت و نیلوه باید خون گریست نش. ببار. تو چرا از قافله عشق جا ماندی؟ راه گم کردم ابو اسحاق. راه بلدی چون تو که راه را گم کند؟ نابلدان را چه گناه؟ راه را بسته بودم، از بیراه رفتم، هرچه تاختم مقصد را نیافتم. شرط عشق جنون است. ما که ماندیم مجنون نبودیم. سارات الحسین، به خدا قسم ذکر شب و روز زندانم این بود که زنده بمانم و به تقاص خون حسین قیام کنم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این وعده خداست. به زودی ستمکاران خواهند دانست چگونه زیر و زبر می شوند. درود خدا بر شما باد. خوش آمدید. خوش آمدید آقا حسین.
صدای سیاهی لاحت 3000 نفر آدم است. کیان است. ماز هم مثل همیشه گل کاشته. احامه داشتن لشکری از عجمان ملامت خواهند کرد. فکر همه جایش را کرده ای؟ بله ابراهیم، میدانم. اشراف عرب عجمان را برده و موالی خیش میانند. یقینا انادشان با ما به خاطر اینکه لشکری از عجمان داریم مضاعف خواهد شد. نظر تو چیست؟ عرب بر عجم فضیلتی ندارد ابو اسحاق، همه برادریم. این شیوه پیشوای من علی است. دولت تو اگر رنگ و بوی علی را ندهد مفت نمی ارزد. مختار و مریدانش خواب بر مردم حرام کردند. یا امیر، تا کی میخواهید با زبان خوش و روی گشاده با این جماعت سخن کنید؟ مختار میخواهد عجمان را بر کوفه مسلط کند تا دق و دلی آل علی را بر سر کوفیان خالی کند. عجم بر کوفه مسلط شود، عرب باید سر بر زمین بگذارد و بمیرد. این گونه سرخا مدت هاست منتظرن تا به تلافی قادسیه جان و مال و ناموس عرب را غارت کنن. ساکت ساکت. امیر شبانه احضارتان کرده تا با کمک خودتان شما را از هول و هراس مختار برهاند. بهترین نعمت ها و معرفت هست و بدترین ذلت ها جهالت. خدا را شکر، خدا را شکر که امت کوفی دشمن کذابش را خوب شناخت. ما اگر تا به حال با مختار و پیروانش مدارا کرده ایم به حکم شرع و دین بوده. از امشب که دشمن بدمستی کرده و عربده جو و شمشیر کش شده، امانش نخواهیم داد. کجا رفته بودی؟ به تجسس احوالات دشمن. آنقدرام که خیال میکنی ضعیف نیستم. شب است با 4000 نفر مأمور مسجد و حومه مسجد شد. به نجاج با 2000 نفر مغرب قصر را دارد. بازار با 4000 نفر در اختیار راشد ابن عیاض است. محلی بن سلیم را با 3000 نفر به شمر و حارث ابن یزید سپردند. چطور در این مدت کوتاه این همه نیرو جمع کردند؟ کوفیان همیشه غیر قابل پیشبینی اند. ظاهراً عجمان سپاهمان را پیراهن عثمان کرده بود و کوفیان را علیه ما شورانده. میگویند مختار میخواهد بردگان عجمی را بر عرب مسلط کند. عجمان جند همراه سپاه مختارند. خواهند دید که چگونه با کمک عجم کبر و غرور اشراف جاهلی عرب را در هم میشکنیم.
تیر اندازنشان فکر کرده اید؟ خیلی هاشان خودی هن ابو اسحاق، نگران نباش. خودی هند؟ اغلبشان از گردان های ضربت هن که داخل در صفوف تیر اندازان دشمن شدن. ده وقتش کارشان را میکنن. بنکامه تا از کوچه های سمت راست برو، کیان تو هم از کوچه های سمت چپ، من اون سواران هم از رو به رو میرویم. جسارت از ابو اسحاق، میشود من از رو به رو بروم؟ چرا؟ افراد من سواره بهتر می جنگن تا پیاده. خب افراد سوارت با من می آین. سواران بهانه اند ابو اسحاق، می خواهد از رو به رو برود چون شمر آنجاست. یکی از آرزوهای کیان کشتن شمر است. وقتش که برسد کشتن شمر را به تو می سپرم. خوب شد؟ تو پادشاه سخاوتی ابو اسحاق. از پشت به ما حمله کرده ابراهیم یعنی ما محاصره شده این؟ آری بجون اوضاع بحران نیست بجون. آیا خونی از من طلب داری؟ یا بین من و تو سابقه دشمنی بوده؟ این لحظه را به خاطر بسپار بوستل. اگر غیرت داری برو از جوانمردی ما بگو. برو! ابراهیم! خبر تازه چه داری کیان؟ شبس ملعون هنوز زنده است؟ ابو اسحاق محاصره شده ابراهیم، بن حجاج زبیدی از پشت حمله کرده. ابو اسحاق پیغام داد که تو از پشت حصار را بشکن. سلام از پشت حصار به ما نزدیک میشه. شهران نزدیک نوفل و شم راه پسر اشتر را بستن. همه هزیمت شدن صدام، همه گریختن. Don't ask.
بنامیر بنتومه معبر را خالی نکنید. بتوان است که ما دشمن را محاصره کنیم. بگو همه برگردن. بنامیر بنان است تو هم دهنه میدارونی که تو خواستم فرار کنن سخت نگیر بخصر فرار کنن ما همه طرفش هم از کردیم. بنامیر کردید و راه بد بزن اشتر بسته بودید کار مختار تمام بود. نفست از جای گرم در می آید شبست. اگر پسر اشتر مهار شدنی بود تو این افتخار را نصیب خود می کردی. این که همینطور ساکت بیستیم و بر رو بر هم دیگران نگاه ساکت شو بس ساکت. من نباید با تناب پوزیده شما به چاه می رفتم. باید با همون سیاست دوستانه با مختار کنار می آمدم. این غرقاب غرامت دوستی با قاتلین حسین است. نشوید ترسان که به حکم قرآن هر کس با خلوص و ایمان توبه کار باشد و پشیمان خداوند سبحان بیامرزد گناهشان. ای خاطیان نشوید نهان بیعت کنید تسلیم میشوید ببندید پیمان که نشکنید بیعت و این مردک به ما کلک زد. چه کلکی؟ اون هستاش برود اون رفته. چرا بی خبر رفت؟ فرزن خبر میکرد میخواستی چه کنی؟ میخواستم من هم بروم. خب برو
راه باز است و جده دراز، کسی جلویت را نگرفته. میرم از خیال کرده میمانم و در مقابل مختار زانو میزنم و گردن کج میکنم به التماس. تو هم اگر بمانی تسلیم شوی اشتباه میکنی، مختار بیعت تو را قبول نمی کند. من قول گرفتم، مختار اگر به قولش عمل نکند که نمیتواند حکومت کند. خود دانی اینم هم ردم نصلحتیست. تو هم مثل عمر سعد خام شدی شب است. آی هم آبود راه بخری بس کجاست؟ خدا قسم پس از بیعت با علی بیعتی شیرین تر از این نکرده بودم مختار. خدا حفظت کند. درود بر دلاور مرد کوفه. کامل امیر خودش کن در مسحک هایشان ادب و نزاکت را رعایت کنند. بله امیر. در ضمن هرچه سریعتر نیروهای شرطه را سازماندهی کنید. در کوفه باید نظم و قانون حکمرانی باشد. مباد که قبایل خودسرانه دست به اقداماتی بزنند تا مردم را بترسانند. مجرمین باید به دست قانون مجازات و محاکمه شوند، نه به دست مردم. حتی کی فحاشی و تعرض به کسانی که با ما مخالفند ممنوع است. فکر چه هستی سردار؟ گاوم هفت قلو زایید کیان. چه خوب شدی صاحب یک گله گاو. پیشکش امیر از من امنیت و نظم در کوفه را میخواهد. پس شدی شهربان کوفه. خب منصب نو مبارک. شرط مرته خواستی ما را فراموش نکنی. مسئولیت کمرشکنیست کیان، شوخی بردار نیست. همه مخالفین ما در امانند، مشروط بر آن که علیه ما شمشیر نکشم. عقاید هر کس برای خودش محترم است. اگر کسی مرتکب جرمی شود، مرجع برخورد محکمه است و قانون شرع مقدس. کسانی که بیعت با ما را محترم شمارند دوست ما هستند و ما موظفیم مدافع حقوق آنان باشیم. جسارت است امیر. برخی از طرفداران شما اعیان و اشراف عرب کوفه را تهدید به مصادره اموال و مرگ میکنند. شرایط طوری است که همه در فکر انتقام جویی هستند. عده‌ای از عجمان که پیشتر موالی اشراف عرب بودند به اربابان سابق خود حتی کی میکنند و باش میخواهند. اگر این ادعا درست باشد عاملینش را به اشد مجازات تنبیه میکنم. هر کس حقوق ضایع شده ای دارد به محکمه شکایت کند. زیحق باشد قانون حقوق او را تعدیه میکند. کدام محکمه امیر؟ فلحال نه محکمه موجود است، نه قاضی بر کرسی است و نه قانونی جاری است. صبر داشته باشید، ما تازه زمام امور را به دست گرفته ایم. معجزه که نمیتوانیم بکنیم. بفرمایید، اینها احکام نسبیه است. بخوان کاتب احکام را بخوان تا از همین لحظه مجریان کارشان را شروع کنند. افراد زید به حکم امیر مختار منصبداران لشکری هستند و موظفند در اسرع وقت نیروهای تحت امر خویش را تشکیل داده و متصدیان جزء و کل را منصوب نموده
و نظم و قانون و امنیت را بر قلمرو دولت امیر مختار حاکم نمایند. عبدالله ابن کامل شاکری، شهربان کوفه، کیان ایرانی ملقب به کیسان ابو عمره، رئیس نیروهای ویژه و جواسی ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی، سپه سالار لشکر. اقبالتان بلند است جناب شاهد. امین شما را پذیرفت. بفرمایید. چشممان به جمال ابو عمره روشن. انقدر علی علی کردی تا عاقبت به نان و نوا رسید. شنیده بودم که یکی از معجزات ابو تراب این است که چون حقیران به او متوسل شوند عزت یابند. تا امروز باورم نمی شد، اما امروز به عینه می بینم که در مدفن العلی بردگان و عجمان به نام علی سرفرم. محمل نگو، پرسیدم کجا؟ به زیارت ابو اسحاق میرم. درب دارالحکومه یاران علی به روی همه باز از الا شیاطین. برگرد تا خون کثیفت را نریختم. خب اگر مختار بخواهد ما را ببیند چه؟ تا من نخواهم مختار کسی را نمیبیند. بیرون! پس مبالغه نیست که کوفیان از شنیدن نام ابو عمره بر خود می لرزند. شایست مردان از ترس تو و مأموران خفیت جرأت ندارند حتی در بستر رازشان را بر زبان بیاورند. چه می کنید ابو عمره؟ علی کی مانند شما حکومت می کرد؟ علی بر آدمیان حکومت میکرد، نه بر شیاطین مثل تو رفقایت. قرقر نکن شب است. بیعت مختار، بیعت مختار. مختار تا به حال صد باران دستی را که با تو بیعت کرده در آب کر شسته. مختار کم مخالف ندارد. او مدتی وقت میخواهد تا بتواند بر همه قبایل کوفه مسلط شود. تازه پسر مرجانه هم با لشکری عظیم آمده، یا احتمال پسر زبیر هم بیاید. معلوم است مختار برای مقابله با آنها باید از داخل کوفه خیالش راحت باشد، یا باید گردن همه ما را بزند که نمیتواند، یا باید به لطایف الحیل دهنمان را ببندد. چرا نمیتواند گردنمان را بزند؟ دور دور اوست، هر کار دلش بخواهد میکند. شبست حکومتی که هنوز جای پا محکم نکرده نمیتواند اعمال زور کند. اگر مختار از همان ابتدای کار دست به کشت و کشتار میزد، مردم میترسیدند و دور و برش را خالی میکردند. مختار فعلا چاره ای ندارد جز آنکه نقاب مردمداری و مردم دوستی و مهربانی به چهره بزنند. میفرمایید چه کنیم؟ عجمان در دولت مختار قدرت زیادی دارند. خب ما هم حقوق از کف رفته خودمان را مطالبه میکنیم.
از عرب اعاده حیثیت میکنیم. چرا مختار موالی را با عرب یکی کرده و حقوق یکسان میدهد؟ ناسته میتواند ابو عمره و دار دستش را سرد کند. مختار اگر بیعت ما را محترم میشمارد باید به خواست ما عمل کند. تو وکیل مایی که پیغام من را به مختار برسانی. اگر زیر بار نرفت چه؟ زیر بار نرود با او میجنگیم. شبرز، به دوستانت بگو دسیسه نکنند و دست از دشمنیه با ما بردارند. ما هم قول میدهیم به طلب ایشان بکوشیم و حقوق ضایع شده آنان را احیا کنیم. بالاخره امیر نیت اصلی خود را آشکار کرد. مختار عرب از نهران برحالو از نشاط خودش در برابر عجم دفاع کرده. قرار بود به دین علی باشد. نه، مختار صراحتاً به ما قول نداده بود که عرب و عجم را به یک چشم نگاه کنند. ما بیهوده دل بسته بودیم. این وعده بود که خودمان به خودمان دادیم. چرا ایستادی شبست؟ پیغامت را رساندی، پاسخش را شنیدی. مرخصی. مرمت عالی زیاد، زل عالی مستدام. فرماندار موصل و امیر مختار، ابن زیاد با لشکریان خود در سرزمین موصل اردو زده. من به تکرید نقل مکان کردم و منتظرم تا دستور شما به من برسد. به فرماندار موصل بنویس در تکرید بمان و از آنجا بیرون رو تا لشکریان ما به شما برسند. در زم سپسالار لشکر را خبر کنید بیاید برای شما. که با رفتن ابراهیم مخالفین ما شورش کنند. گمان نیست امیر، شورش قطعی است. جاسوسان ما تمام فعالیت‌های پنهان مخالفین را زیر نظر دارند. کاش چند روزی اعزام ابراهیم را به تأخیر می‌انداختید امیر. که چه می‌شد کیان؟ برای دفع خطر شورش چند روزی فرصت می‌خواهیم تا سران دسیسه‌گران را دستگیر و زندانی کنیم. آنها را زندانی کنیم به جرم اینکه قصد شورش دارند؟ نه کیان، این رفتار دون شأن حکومت عدالت خواه ماست. من برای قصاص قاتلین و حسین بهانه‌ای می‌خواستم تا وجهه دولت ما نزد خلق الله ضایع نشود. شرع مقدس به گناهکاران فرصت توبه داده. من می‌دانم که این جماعت از ترس تیغ تیز انتقام ما توبه کردند. پس کاری کنم تا تینت بلیدشان آشکار شود. به خدا قسم اگر دست به شمشیر ببرند و قیام کنند روز مرگ و ذلتشان را جلو انداختند. شیرین با
بانو منزل نو مبارک. حیف نبود خودت رو از این نعمت محروم کنی. شبیه قصرهای خسروانی است. بزرگی و شکوهان مرا میترساند. شیری تو را به جان هیدرک ما قر نزن. اخ و تخ نکن بهانه هم نداروش. گناه که نیست، چند سباهی هم ما مزه قصر نشینی را بچشیم. خب مزه قصر نشینی را چشیدیم و عادت کردیم، تکلیف چیست؟ میتوانی بعدا لنگش را برایم بسازی؟ قول شرف میدهم که نه. سعی کن عادت نکنی. خدا کند اقامتمان طولانی نشود. وگرنه سنگینی سنگ و سالاج این کاخ کمرم را میشکند. اهلا و سهلا. فکر کردم بهتر است بدانید که چرا اینجایید. مخالفین قیام که غالبا در حوادث عاشورا دست داشتند قصد شورش کردند. احتمال دادم شورشیان که غالبا از اراذل و اوباش کوفه‌اند به قصد ضربه زدن به قیام مزاحم اهل بیت مردانی شوند که در قیام مؤثر بوده و هستند، یعنی شوهران شما. لذا خواستم به قصد تشریف بیاورید تا از گزند دشمن در امان باشید. این گونه که باشد خاطر مردانتان نیز آسوده تر است. تا دفع شر دشمن مهمان دارالحکومه اید. بفرمایید. بفرمایید. شاکیان سکوت معما داره امیر دیوانه هم کرده. آنم در این شب پرخوب و خطر. کاش میدانستم چه در سر دارد. طوری حرف میزنی انگار مختار را تازه شناخته. کیان تو سالها در کنار او بودی، سیر تا پیازش را میشناسی. شب به این باور رسیدم که او را نمیشناسم، نه خودش را نه تدابیرش را. ای کاش بعد از قیام بیعت امسال شبس را نمیپذیرم. تو همه مخالفین را از نزدیک دیده ای. تعدادشان موافق تصور است. زودی خواهید فهمید حق کدام است و باطل کدام. شما فریب حیواناتی را خورده اید که اهل بیت پیامبرتان را تکه تکه کردند. تا فرصت باقی است به خانه هایتان برگردید و شریک جرم این اراذل نشوید و خونتان را هدر ندهید. به خدای محمد سوگند، به زودی زود قاتلین اهل بیت پیامبر به عذابی علیم هلاش خواهند شد. میشنوید برادران؟ منطقه این جماعت لا مذهب قاصد فحاشیست و همین دلیل کافیست که ثابت کند در حکومت کردن بر ما بیکفایتند. دلیل محکم تر ما
برای شورش علیه مختار همانیست که همه میدانید. او عرب را حقیر کرد و موالی عجم را بر ما مسلط ساخت. قضاوت را به شمشیرها می سپاریم تا معلوم شود کی حق است و کی باطل. آسای نیزه به نیمه برسد وقت دارید خودتان را تسلیم کنید، اگر نه با من جنید از را قبرستانتان می کنید. باور میکنی عبدالله؟ چه چیز را کیان؟ نشنیدی؟ ملعون سخن از منجنیق میکنن. از این مردک بعید نیست. ممکن است دیشب به ضرب زور آهنگران و درودگران و کوفه را وادار به ساختن منجنیق کرده باشد. با این حساب کار قیام تمام است. شبه ساخته نشده. من حد دارم از مدت ها پیش در تدارک بودن. تو و جاسوسانت چطور نفهمیده کیان؟ خب نفهمیدم. میفرمایی چه کنم؟ خودم را دار بزنم؟ برادران چه وقت مجادله است؟ اسماعیل طوری سخن میکند که انگار من آمدن در انجام وظیفه کوتاهی کردم. سوء تفاهم نشود کیان. واقعا این بلیه را میشود ساخت؟ از من میپرسی؟ نه، نمیشود. چرا کیان؟ میشود. به معجزه طلا یک شبه میشود کوه را جابجا کنی. کیان برو برچه را تخلیه کن. جنابشه، پسر اشتر ما را محاصره کرده. پسر اشتر باید در موصل باشد نه در کوفه. دیدید؟ دیدید تنها نیستید؟ دیدی شمر؟ دام بر بوده و ما بیخبر. کاش سایه نیزه را شرط نمی کردی. خاموش بناشه از خاموش. خود کرده را تدبیر نیست. باید اقل نشینی کنیم و چند را به معابر و میادین فراختر بکشانیم. کیان، بنتان، با تمام قوا به دشمن حمله می کنیم. به قاتلین اهل بیت پیامبر که رسیدیم امانشان نمی دهیم. Thank you.
شم فرار نکند، تقریبش کن. به او رسیدی امانش نه بلند یکی نیست به من بیفلای بگوید مردک شما تو را به کنام شیر چکا ما را جبه دعوای ما مختار خدا لعنتت کند شم که به خاک سیاه را نشان از پک می جنبانید خوشانگی موقوف حق نزد وقتی که آمدید کسی تعقیبتان نکرد؟ کسی با این قیافه کار ندارد چمر قول میدهم خود مختار هم ما را میدید نمیشناد با همین خیال بافی ها خودمان را گول زدیم و به این روز دچار شدیم از مختار بعید نیست که ابابیل را مأمور شکارتان کرده باشد چرا به شرک سخن میکنی اشتر؟ نه کسی به دو دیگ به سر سیاه سوخته زنین شد نه کسی تعقیب ما کرد او رو سر اصل مطلب کی می رویم خروسخان فردا همزمان با گله هایی که برای چرا از کوفه خارج می شوند من صحبته کلب آی انکر الاسباد یادت نرود که نزدیک مدائنیم مدائن قصباتش از طرفداران پرپ و پارس مختاره تعجب میکنم تو که خدای هوش و ذکاوتی چرا مرتکب این خطا شدی در مدائن مختار لب به جنبانت کرور کرور پیش مرگ و فدایی جلویش سرخم میکنند که یک قلمشان کیان ایرانی است اون وقت تو در خانه عقرب با رستم وعده کرده ای تو جای امتری سراغ داشتی؟ صد البته به طرف بصره میرفتیم خطری در کمین ما نبود صحیح پس جناب شیخ میل بصره کرده اند هری را باز است و جاده دراز؟ من حرف ناحساب میزنم که بدت میآید مدائن یعنی ایران ایرانی جماعت هم تشنه خون من و امثال تو با کدام عقل در این خرابه اتراق کرده ایم یبنه اشعس خر ما از کرگی دم نداشت چرا ولکن نیستی؟ مقصر منم که راه فرار از کوفه را نشانتان دادم بشکنت دست بی نمکم فرار از کوفه به چه قیمتی؟ ما از این پس داخل آدم نیستیم داخل گله گوسفندیم پوشتانان خودتو میتوانی بعدها در کوفه زندگی کنی آن هم با مردم پر حرف و حدیث کوفه؟ آنقدر حقیر و ذلیل شده ایم که تا ابد باید قید کوفه را بزنیم کی میداند ما با چه رخت و ریختی از کوفه گریختیم جز خودمان غلامت رستم بداند که میداند برای خبر کردن همه ی عالم کافی است خب پوست میش نمیپوشیدی حضرت آدم کسی جبرت نکرده بود چطور وقتی نقشم را شنیدی گل از گلت شکفت تو نبودی که خرکیف شدی؟ این بحث و جدل ها چه دردی را دوا می کند؟ از سر درون خبر می دهد یبن زبابی شیخ دنبال بهانه ایست راه کش کند به طرف بصره دلیل ستای غاز می آورد با هم بودن ما در این وانفسا گری تقدیر من را کور می کند چه اصرارش با هم باشیم؟ آن روز که آدم بودیم و پشت به پشت هم داشتیم غلطی نکردیم امروز که میشیم و از جور گرگ آواره من یکی طاقتم تاق شده شم هم از آل امیه زده شدم هم از این زندگی کولیوار گوسفندی
باز ما لحظه غفلت کردیم. تو یتمس خان مخ این شیرین عرق را تکاندی؟ اتفاقا قصه وارونه است. من شیخ را به راه راست هدایت فرمودم. باور بکنی یا نکنی آل امیه جانش در آمده، مرده. حلوایش را خوردیم و فاتحش را خواندیم. نوبت آل زبیر است و آل فریب. شمر از من میشنوی زودتر از این دیار فتنه خیز برو، حتی شده بی خزانه و رستمت. نامت رستم است؟ خیر ارباب، چاکر نامش پشنگ است. شمر ملعون مرا رستم صدا میزد و خرم را رخش. به قول خودش میخواست نژاد ما و پهلوان افسانه‌ای ما را مسخره کند. آی حسب تو و خرت را میکش که باعث شرمساری ایرانی شدید. پوشلنگ نوکری دیوی مثل شمر شهرت بود؟ چرا چیز خورش نکردی؟ خدایا توبه، دست به قبایش میزدم، 7 بار آب میکشید. از دست من چیز میخورد که چیز خورش کنم؟ پشنگ، جبری که داشتی جرمت را توجیه نمی کند. تو قاتل بانوی آزاده هستی به نام ام وهب که نافی ظلم بود و حامی امثال تو. قاتل حضرت حمزه هم زرخرید هند جگرخوار بود. من به استناد حکمی که پیامبر اکرم در مورد قاتل عمویش حمزه کرد تو را میبخشم، مشروط بر آن که شمر را تحویل ما دهی. ای قربان آن ریشه، چشم، شما چاکرتون را آزاد کنید تا شمر منحوس را کتبال کرده تقریم دان. مردک، باز لاف زدی؟ تو که قسم خوردی شمر در پوست گوسفند از کوفه گریخته، چطور میتوانی کتبالش کنی؟ خدایا توبه، بازم قسم میخورم. شمر قبایی از پوست میشدوخت و پوشید و قاطعی گله ای رفت. ای بلو کرفتی؟ مقصدش کجا بود؟ در نزدیکی های مدائن کاروانسرای مخروبه هست که با چاکرت وعده کرد. من دیر کنم یعنی رد شم را زدن، یعنی شم لو رفت و الفرا. به قول این مردک نمیشود اعتماد کرد امیر. بعید نیست شم را حرام زاده این فلک زده را تومه کرده تا بتواند با خیال آسوده فرار کند. دستور دهید همه معابر اصلی و فرعی کوفه را ببندند، همه را تفتیش کنید، هم از دو پایان و چهار پایان. فرمان امیر پیشتر ابلاغ شده، همه مدخل ها تحت نظر است. پشنگ، چطور ثابت میکنی قصد خیانت نداری؟ به چاکرتان اعتماد ندارید، کسی را همراه هم بفرستید. فقط کسی باشد که شم او را نشناسد. شم شامه ای سر دارد، از 10 فرسخی بوی خطر را میشناسد. زربی بلی خالو جان، شمر تو را میشناسد. بعید از خالو جان، من او را دیدم اما او هیچ وقت مرا ندیده. حاضری همراه پشنگ بروی؟ بله خالو جان، شما جام بخواب. بسیار خوب، بروید ببینم چه میکنید. چشم خالو جان. بن کامل. امیر، به کیان بگو مأمورینش در لباس رعایا و دورگردها و زارعین مراقب آنان باشند. بله امیر. شریفتان چی بود خالو؟ چقدر خرفتی خالو، کم کم 100 بار پرسیدی. خب پوش و گوش کن خالو. ای خالو، آدمی فقیری بیچاره هوش و گوشش کجا بوده؟ تو با این فراموشکاری چطور یادت مانده باشم که کجا وعده کردی؟ ای خالو، گسنه سگی مثل من قول قرار با ارباب را فراموش کند باید اشهدش را بخواند. یک روز شمر به خاطر همین فراموشکاری نعلم کرد مسلمان. رد میخوایش هنوز هست. کتک خوردن عادت هر روزه من است. روزی که کتبی نخورم خمارم.
روزم غروب نمی شود. شم همه را ببیند و کتک نزند، انگار نمازش قضا شده. شم نماز هم می خواند؟ خدایا توبه، تارک و سلاب دشمن خداست خالو. شم لعین هست اما نماز طاعتش بجاست. نماز به کمرش بزنه. نماز خان صفاک و ظالم نمی شود خالو. بلی منم حیرانم، هم نمازش را به چشمای خودم دیدم هم ظلمش را. همت کنی و دوز و کلک نباشی، شم به سزای اعمال پلیدش میرسه، تو هم عاقبت به خیر میشوی. شنیدی که مختار قول داد آزادت کند و جرمت را ببخشد به شرطی که شم را تحویل دهی؟ به ریش قسم خالو، از خدا میخوام به مختار کمک کنم تا سر شم را منحوس را ببرم، نه به خاطر اینکه مرا ببخشد و آزاد کند، نه، فوش‌های رکیک شم به من و نژادم عقده شده گلوگی، میخواد خفم کنم. سرم عجم با شم چکار کرده؟ از ریخت و نژاد عجم بیزار است. تو رو به خدا من شکل رستم دستانم، این حیوان شکل رخش است. ببین چه کینه از ما ایرانی ها داره، از مسخره کردن ما و نژاد ما کف میکنه. خالو تو چی؟ خدا خوبت کنه خالو، شکمم به پشتم چسبیده. کی بود ناشتا خوردی؟ نزدیک چاشت است، نهار نخوری؟ میترسم دیر به شکارمان برسیم. نه ترس خالو قربی، تا من خودم را به شم نرسانم شم از جایش جوم نمیخورم. یک دمی بزنیم قوتی بخوریم تا حالشون داشته باشیم شم شکار کنیم. فقط به قدری که قوتی بخوریم و نماز بخوریم. آی به قربان ریشت، تا تو دستی به آب برسانی منم رزق روزیم را از فراد برمیدم. ماهیگیری بلدی؟ به ریخت شیرسوز و جسه ریزم نگاه نکن، جز کشتن شم کارهایی بلدم که جن و پری بلد نیست. بیا تماشا کن. میکنن یزدان؟ حواست من کباب کردن امیر، ظاهرن این رستمک همه فنریف است. در چشم هم زدن این ماهی سید کرد به این بزرگی. ای کارد به شکمشان بخورد، چه وقت ماهی کباب است؟ غلط نکنم این مردک گورزاد زربی رو خام کرده و عقلش را دزدیده. مصلحت بدانی نزدیکشان شویم، میترسم از چنگ زربی بگریزد. خیلی مراقب باشی یزدان، بو ببرد کمین کرده این دستمون به شم نمیرسد. آسوده خاطر باش امیر. الله اکبر، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله و الله و سلام لا ملک و لا ملک و لا ملک و لا ملک و
سانی میدانستم بلاعتش دیرنگ است. گمان میکردم از چنگ زربی پاک ریزد، نه اینکه او را بکشد. چه استخوان سنگینی خانم زربی، نه گوشت دلتم بد نیست، بخورم کوسهای شب کیف کنم. خاک سپاه مربا، نصف عمرم کردی انتر، کدام قبرستانی رفته بودی؟ خدایا توبه، شما را دست بسته پیش مختار ببرند و زنده ولت کنند، معجزه نیست؟ طلاها کن احمق، همون طلاهای بی صاحب حچل شد، در دروازه کوفه عرب شاکری را هم را بست، طلاها را که دید انقدر نکیر و منکر پرسید امرو شنا آش خون خونشون را میخورد وقتی شنیدن شم گروخته. بعدش دست هام را بستن، کلاغ کلاغ هم کردن، بردن تا پیش خود مختار. حتما تا مختار را دیدی همه چیز را مغور آمد. به ریشت قسم همه را مغور نیامده. پرسید شم کجا قایم شده؟ خودم زدم به او درک زبانی بلد نیستم، چشمی بلدم. گول خود باور کرد زربی غلام رشت همراه هم فرستاد که بپاید زربی را بکش و هی بخوز بر سرمون گرم. میخواستی با یک مثل مغز معیوبت مختار را گول بزنی؟ احمق، تو تومه بودی؟ من با عقل جندم باز مغلوب مکر مختار شده. شم هرنده شبی یا خزنده، راه فرار نداری. آمدم سر ناتمام را تمام کنم. به شمشیرت التماس کن شاید جانت را بخرد.
سرستنش بردارید و در توبره کنید تا تقدیم امیر کنید. بقیه چه شدن یزدان؟ جز قاتل زربی کسی در خرابه نیست. همه غار اولا را جستید؟ خبری نیست، یحتمل گریختن. نباید خیلی دور شده باشن. اینجا کجا سنان؟ وقتی سنان ساروانه است میداند اشتری چون تو را کجا بخواباند. ترس از مختار مدت هاست خواب من را آشفته کرده. تو میتوانی مثل ایام کودکیت امشب عمیق بخوابی و من مثل ایام جوانی بی حراس از مختار به هجده عروسکم برم. صحیح، پس مجنون آواره ما به بوی لیلی راه کج کرده. قصد ماندن که نداری؟ مریض بودیم راه کج کردیم. امشب را باید در جای امنی سهر کنیم. سنان، فراموش کردی با چه مصیبتی از کوفه فرار کردیم؟ مأمورین مختار برای شکار ما له له میزنن. میخوایی با پای خود میانه تله بروی؟ ما از قلمرو دولت مختار به عجمان پاپتیش دور شدیم. سنان، بی احتیاطی و حماقت ما را به این روز انداخته. کم شکنجه شدیم؟ با چه عقلی در کوره دهی خودمان را حبس کنیم؟ این روزها مختار دیو تمر را به جان خیلی ها انداخته.
یک دهاتی فقیر به طمع چند سکه وسوسه شود و ما را لو بدهد تکلیف چیست؟ حکم مختار در این حوالی نافذ نیست. کمچون و چرا کن، قیافت به مرده میماند که از گور برخواسته. بیا برویم امشب خودمان را بسازیم تا بتوانیم به بسته برسیم. من خریت نمی کنم. تو هم خری هم بزدل. پدرت اشعث دل و جرأتش بد نبود. دست انس درد نکند با شیر پسری که ادب کرده. احتیاط نامش ترس نیست سنا. قسم میخورم اهالی این ده حتی نام مختار را هم نشنیدن. همه دین و دنیاشان گاو و خر و بز و زراعتشان است. پس همینها باید ترسید. خطر همیشه جاییست که احتمالش را نمیدهید. صاحب اختیاری نیا. من امشب به خانه پدرزنم میروم و مینوشم به نابودی امیر فقرا و ضعفا مختار. سنان گول شیطان را نخور. تو مدت ها از جور مختار آواره ای. یک امشب را هم تحمل کن. فردا شب به بصره میرسی. آنقدر عیش و نوش کن که بترکی. تو نمیفهمی شیخ، نمیفهمی. باید عروس جوانی مثل عزرا در خانه منتظرت باشد تا حال مرا دریاب. بدرود شیخ مهداد، بدرود. نرو یا نرو. زندگی بدون حماقت ها چنگی به دل نمیزنه. به امید دیدار خری یابو. فقط ابلهی چون او میتوانست سر حسین ابن علی را ببرد. نوشه جان، گوشت و خون تنتان شد. از کی شنیدی اون مرد مقدسی را کشته؟ همه دختران آبادی به شوهرت حسودی می کنند. شوهرت صاحب منصب است، مرد جنگی است. عزرا عزرا، این پاها بس که در آتش چکمه بودند پخته. دوایش دستان توست و تشتی آب سر که پاشویم. ششمم روشن. نه که خودت بوی مشک و انبر میدهی. تو همه هیکلت بوی چپاله میده از زبان بسته. تا ده میشه نیامدی طلاقت نمیدم. سرت را گوش تا گوش میبارم. برو گلم، برو مامرم، برو. برو قرقی نکن. یک دو سه چهار پنج. بفرماشه خودم چنان اشتباه دهدم و پاشویت کنم تا کوفتگی را را به گل فراموش کنم. مردک دست های تو مثل سنگ باز
بر زمین گرمت بذاره دست رو. این چه بساطیست پدر سگ؟ شوهر تو غیر و غریبه که نیست، چرا با حیثیت من بازی میکنی؟ جمع مرک داده امشب یا تو رو میکنم یا خدا رو. بازه شدی پدر با غیرت. خانه هم خراب نزد دیگه انسان. این دو تا از کنه تا بلند میشم. آدم بودی رسم شهرداری یادش میدم. کجا بودی؟ به این سینه سینه خورده. شیخ بیداش، خانه خراب شدیم شیخ. دانستی مادیان چموش ما را رام کنی؟ بیداشو، مامورین مختار آمدن. بیداشو، غلط نکنم مامورین مختار دفعه تو آمدن. مختار؟ درست شدیدن؟ بله شیخ، بیداشو، هوشیار شو، بیچاره شدیم. ای دل غافل، دستم به دامن قوم خیش، کاری کن من به بیرون آبادی بروم. چطور شیخ؟ چطور؟ همه آبادی را غرق کردن. گله گوسفندت را هی کن به چرا، من قاطی گلت میشم. گلم کجا بود خان خمیر؟ دار و ندارم ده بزرست و دو میشه. فقط یک راه دارم. چرای قوم خیش؟ باید بمیری. بمیرم؟ احتمال می‌دهیم یکی دو تن از قاتلین پسر پیامبر در آبادی شما مخفی شده باشند، در کاهدانی یا طویله‌ای. با کسب اجازه از حضورتان می‌خواهیم تمام محله را تفتیش کنیم. میت که عذرا نیست. نیست؟ نه. پس عذرا کجاست؟ نمیدانم. به هر سوراخی عقلم رسید سر زدم، اما اثری از عذرا نبود که نبود. انگار دود شده به هوا رفته. این جنازه مال کیست؟ شیخ سنان است.
مأمورین مختار در پیش آمدن، مجبور شدم در کفن پنهانش کنم. رفتن هم خیش؟ میرون، حرف نزن تا خوب دور شون. خود کرده را تدبیر نیست، چاره ای ندارم جز صبر و سکوت. مأمورین مختار چرا در پی شیخند؟ نمیدانم بنی. خوب هم میدانی تو خودت را شریک جرم شیخ کرده ی خانه خراب. او از قاتلین پسر زهراست. حرف مفت است، کی دیده او حسین را کشته؟ من باور میکنم، من هرچه شنیده هم باور میکنم. بدانی این سکس پتی شب از من چه میخواست، زنده زنده در گورش میکردی. عزرا که مرده، رفتن از گور برخواسته. مرده زنده شده. غلط نکنم، پیر مرد صاحب عزا ریگی به کفش داره. چرا میخواستی او رو فراری دهی؟ عفو کنی صدو، به خدا ما بیگناهی. بیگناهی؟ میدانی این ملعونی را که در کفن پنهانش کردی کیست و چه کرده؟ بله، شنیدم سر حسین را بریده. با این وجود پناهش دادی، میخواستی فراریش دهی. چه کنم سردار، ارباب بود، زور داشت، ضرب و زور دخترم را خریده. مرحبا به غیرت زن و دخترت. Thank you.
پس زندگی این ندان مصیبتی است. امانش ندهید. امیر مبارکتان با این هم آبی بر آتش جانتان. سر شمر ابن ذوالجوشن. درود خدا بر کشنده شمر. دست مریضت پهلوان، فتح الفتوحت سجده شکر دارد. ابو مفلس، تومار قاتلین حسین بکشاو نام شمر را خط بزن. بله امیر. و ایزن نام سنان ابن انس را. ظاهراً بنا داری همه فتوح قیام را به نام خودت ثبت کنی. برای قاتلین حسین، کیسان ابو عمره، یعنی حضرت اسرائیل. مراقب حضرت ابلیس هم باش سردار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.